نادر مجد، اقتصاددان، موسیقیدان، شاعر و نویسنده، عضو هیئت مؤسسان کانون دوستداران فرهنگ ایران. در ساری به دنیا آمد و از کودکی نواختن سازهایی همچون سنتور، ویولون، ستار و تار و کمانچه را آموخت. وی در سال 1368 به ایالات متحده مهاجرت کرد و در سال 1997 مرکز موسیقی کلاسیک ایرانی را در ویرجینیای شمالی تأسیس کرد. وی در بسیاری از کنسرت ها و برنامه های رادیو و تلویزیون موسیقی اجرا کرده و آفریننده بسیاری از ارکسترها و آهنگهای سنتی و فولکلوریک است و تألیفات متعددی در حوزه شعر و موسیقی دارد. با سلام خدمت دوستان عزیز در هر کجای جهان که هستید. من نادر مجد از وینای ویرجینیا در خدمتون هستم امشب در برنامه فستیوال جوایز ایرانی و تقدیری است که از بزرگان فرهنگ و هنر ایران داره انجام میشه. کار بسیار بسیار با ارزشی است و امیدوارم که ایرانی هایی که در سراسر جهان هستند کمک کنند که این کار به طور احسن انجام بشه. خودم رو معرفی کنم. من نادر مجد، اقتصاددان، موسیقیدان، شاعر و نویسنده. تحصیلات من در رشته هم ادبیات و هم اقتصاد هست تا سطح دکترا و علاقه من به موسیقی هست از بچگی و همچنین شعر و نویسندگی. امشب صحبتی که در خدمت شما خواهم داشت درباره حافظ و هیچ انگار باوری است و امیدوارم که سرتون رو به در نیارم و با اجازه شما، چون مطلب بسیار پیچیده است و ممکنه از ذهن من بره، این رو چون نوشتم از روی نوشته خدمتتون میخونم. خب پس شد حافظ و هیچ انگار باوری. با خود شعر خود حافظ شروع میکنم. فریب جهان قصه روشن است، ببین تا چه زاید شب آبستن است. در میان شعرای کلاسیک ایران، حافظ بیش از دیگران به مباحث مطرح شده در فرهنگ و فلسفه غرب نزدیک است. به این ترتیب مقوله هیچ انگار باوری مقامی خاص دارد. در این سخنرانی من سعی خواهم کرد که سرفصل‌های مهم افکار و اندیشه این شاعر بزرگ رو در رابطه با هیچ انگار باوری اشاراتی در موردش داشته باشم. نخست باید اذعان کرد حافظ شاعری است با ابعادی وسیع در اندیشه که نمیتوان او را به این یا آن تفکر محدود کرد. مهمتر از آن، او شاعری است یگانه که در کلیه زمینه‌های انسانی سخن رانده، در شعر خود به تصویر کشانده و در همه موارد با زبانی شاعرانه و منحصر به فرد سربلند بیرون آمده است. همان گونه که خود میگوید، شاعری دل مشغولی انسانهای اهل درد است و شاعر واقعی آن است که بتواند دردهای انسانی را به لفظ اندک و معنای بسیار نه تشریح و نه توضیح بل آشکار کند. آشکار از این جهت که به قول اسکار وایلد، کار هنر بیانگری نیست بلکه آشکار کردن معضلات پیچیده هستی است. تاکید حافظ بر ایجاد و معنای بسیار اشاره به لایه‌های معنایی شعر است که شعر را در کنار هنرهای دیگر به ویژه موسیقی از جمله مقولات هنری قرار می‌دهد که جوهر آن سخت دست نایافتنی است. او میگوید بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی بسیار. حافظ یک فیلسوف نیست
زیرا او فلسفه مدون و منسجمی راجع به هیچ انگار باوری ندارد. اما در اشعار او اینجا و آنجا رگه هایی از هیچ انگار باوری می توان یافت. اصولا به دلایلی نامعلوم مباحث فلسفی به صورت سیستماتیک آنچنان که در غرب معمول است در فرهنگ ایرانی شکل نگرفته است. شاید یکی از دلایل عدم شکل گیری فلسفه همان گونه که پتروفسکی در کتاب خود اسلام در ایران نقل می کند به نقش امام محمد غزالی و کتاب او تهافت الفلاسفه مربوط می شود. غزالی بر این باور بود که کلیه مباحث فلسفی را می توان در چارچوب علوم الهی مطرح کرد و نیازی به فلسفه جدید نیست. البته این مقوله خود سر دراز دارد که خارج از بحث ماست، چرا که اگر دقت کنیم میبینیم وقتی که فلسفه از دین جدا میشه علوم از فلسفه جدا میشن و بعد تکنولوژی و فناوری. ولی من وارد این بحث نمیخوام بشم. اما عنوان کردن این مطلب هرچند به ایجاز از این نظر اهمیت دارد که شعرای بزرگ ایران به نحوی مقولات فلسفی را در اشعار خود گنجاندند و حافظ نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. مقولاتی چون دوگانه انگاری، یگانه باوری، خود باوری، فلسفه رواقی، خدا ناباوری، ماده باوری، سرنوشت باوری، عقل باوری و کشف و شهود همگی در دریافت حقیقت به کرات در آثار بزرگان شعر و ادب ایران به چشم می خورند. در این صحبت من سعی می کنم هر جا لازم باشد به اشعار حافظ در این زمینه ها اشارات کوتاهی داشته باشم. نخست به تعریف هیچ انگار باوری به انواع آن می پردازم و جا به جا نمونه های گویا از اشعار حافظ و رابطه آنان با این اندیشه اجمالا صحبت خواهم کرد. و اما تعریف هیچ انگار باوری. نهیلیزم از لغت نهیل یا هیچی می آید. در نیمه قرن 19 هم فردریک هانریش جاکوبی از این لغت در نفی ایدئالیزم متعالی و دفاع از خردگرایی به ویژه در نقد خود از فلسفه انتقادی امانوئل کانت استفاده کرد. جاکوبی معتقد بود که هر گونه فلسفه نقدگرایانه به هیچ انگار باوری منجر خواهد شد. البته نهیلیزم رو میشه پوچی معنی کرد، بیهوده گرایی معنی کرد. من اینجا هیچ انگار باوری رو انتخاب کردم که از کتاب داریوش آشوری، کتاب دیکشنری ایشون به قرض گرفتم. جاکوبی معتقد بود که هر گونه فلسفه نقدگرایانه به هیچ انگار باوری منجر خواهد شد، لذا باید از آن پرهیز کرد. او به نقد ایدئالیسم فیخته می پردازد و آن را افتادن به دام هیچ انگار باوری و دوری از ایمان به شمار می آورد. بعد از جاکوبی، ایوان تورگانوف علمگرایی خام را تشریح می کند و از زبان قهرمان داستان به موعظه باور نفی کامل هرچه که هست می نشیند. سپس ما به نهیلیزم روسی بر می خوریم که مرجعیت دولت، کلیسا، خانواده را زیر سوال می برد و فرد را به جنبش انقلابی دعوت می کند. بوخانین به عنوان مثال در پی آزادی کامل انسان است. متاسفانه بعدها این نهضت به جنبشی بیخردانه، کشتارگرایانه و تروریستی بدل میشه. واژه نهیلیزم گاهی در ارتباط با بیهنجاری به کار برده میشود. امیلی دورکایم، جامعه شناس فرانسوی، به گونه ای یأس ناشی از پوچی هستی را که در آن هنجارها قوانین و مقررات الزاماً وجود ندارد و یا نیازی به آنها نیست تشریح می کند که به معنای شکستن استانداردها و ارزشهای معمول جامعه است و با نوعی سرخوردگی و از خود بیگانگی
همراه می باشد. ناهمخوانی میان خواست فردی در برابر هنجارهای اجتماعی منشأ از بین رفتن امیال و آرزوهای آدمی شده و موجبات یأس و سرخوردگی را فراهم می کند و شاید گاه تا به اندازه پیش رود که منجر به خودکشی شود. عده‌ای بر این باورند که هیچ انگار باوری حاصل دگرگونی های جوامع بشری است. این امر به ویژه انگامی اتفاق می افتد که ارزش ها و باورهای مسلط اجتماعی و فرهنگی به عنوان اصول خدش ناپذیر تاریخی مورد قبول عامه دچار تزلزل می شود و نهایتا نوعی یأس و سرخوردگی بر همه جا سایه می افکند. مرتن بورک به هیچ انگار باوری به عنوان یک برچسب نگاه می کند و نه یک نهله فلسفی که در فرایند تجدد گرایی در زمان انقلاب فرانسه رخ داده است. او میگوید نگاهی به مفهوم هیچ انگار باوری روشن میسازد که هیچ گونه ویژگی کلی و عمومی وجود ندارد تا اشخاص و یا جوامع طبق آن هیچ انگار باور خوانده شوند. بنابراین هیچ انگار باوری باید به عنوان یک برچسب و نه امری که وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. بورک شارعین هیچ انگار باوری در دوران فرانسه را که در له یا علیه انقلاب نظریات موشکافانه ارائه دادن معرفی می کنند. او این شخصیت ها را به دو دسته پیش و پس از انقلاب فرانسه تقسیم کرده است. مونتسکیو، ولتر، روسو پیش از انقلاب و مایستر، تکویلی، کانت، دورکایم پس از انقلاب از سوی دشمنانشان به هیچ انگار باوران لقب داده شده بودند که با مقوله تجدد سر ناسازگاری دارد. سورن کیرگارد فیلسوف دانمارکی همترازگرایی افراد در جامعه و از بین رفتن فردیت را نوعی هیچ انگار باوری تلقی می کند. او همترازگرایی در بالاترین سطح را مترادف با بی‌تحرکی و مرگ به شمار می آورد. کیرکگارد به عنوان یکی از پیشگامان فلسفه زندگی با سطحی گرایی که سرانجام به هیچ انگار باوری می انجامد مخالف بود. این فیلسوف بر این باور بود افرادی که بر یکسانسازی و استاندارد شدن غلبه می کنند عموما انسانهای قوی تری هستند و به خیشتن واقعی خیش دست می یابند و بدین سان به زندگی خود معنا می بخشند. یه توضیح کوتاهی در این مورد من بگم. در مورد استاندارد کردن تفکر، یک دست کردن تفکر، ما در کشورهای غربی که زندگی میکنیم شاهد هستیم که نه تنها ایده ها رو شکل میدند از طریق رسانه ها و غیره، بلکه گاهی ما شاهد هستیم که سلیقه ها رو هم یکسان سازی میکنند و اون رو هم شکل میدن که چه بپوشید، چه موسیقی گوش کنید، چه فیلمی رو نگاه کنید و غیره. بنابراین کیرکگارد با این انسانهایی که به اصطلاح همشون در یک سطح فکر میکنن و ذهنیتشون یکی هست مخالف و معتقد بود که انسان باید به این نوع استاندارد شدن غلبه کنه و آدم هایی که این کار میکنن آدم های قوی تری هست. و اما ببینیم حافظ در این مورد چی میگه. در یه بیتی اشاره مستقیم به مفهوم هیچ انگار باوری دارد که هستی را بیهوده و خالی از معنا میبینند. حافظ میگوید جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیق. البته محقق هم نبوده ولی چون شاعر بوده و اصولا میدونید که شعرها حقیقت رو بیان میکنند، ایشون به این نتیجه رسیده که کار جهان هیچ در هیچ است. او که شاعر است و نه محقق به صراحت هیچ در هیچ بودن جهان و کار جهان را به تصویر میکشد. یا در جای دیگری میگوید
در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباد. در این بیت میبینیم که حافظ هستی را یک بازی خالی از معنا میپندارد. عشق ورزیدن و باده نوشی تنها راه رهایی از این منزل مجازی است که نمیتوان واقعیتی بر آن قائل بود. البته پیاله گرفتن میتواند به مفهومی وسیعتر از پیاله مجازی باشد. شاید منظور حافظ در این بیت اشاره به نگریستن به جهان نه از راه عقل بلکه از طریق کشف و شهود باشد که با شراب و بیخبری میسر است. هیچ انگار باوری یعنی باوری که کلیه ارزش ها رو بیپای و اساس میده و میگه هیچ چیز نه قابل شناخت هست و نه قابل ارتباط. ژان پل سارتر بر این عقیده است که وجود بر ماهیت تقدم دارد. این به معنای آن است که انسان نخست وجود دارد و سپس در فرایند زندگانی خود را تعریف می کند و به خیشتن خیش معنا می بخشد. در غیر این صورت خوب می داند که فانی است و اهمیتی ندارد. حافظ می گوید ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. من در مورد هیچ انگار باوری یا نیهیلیزم این رو طبقه بندی کردم به چند طبقه، چند گروه که شامل هیچ انگار باوری و شک گرایی است، بعد هیچ انگار باوری سیاسی است، بعد هیچ انگار باوری اگزیستنسیالیست، مکتب اصالت وجود، و در نهایت هم هیچ انگار باوری از طریق اخلاق و نیز از طریق شالوده شکنی دریدا. اجازه بدید قبل از بقیه مطالب به شکگرایی، هیچ انگار باوری در رابطه با شکگرایی اشاراتی داشته باشم. نخستین آثار نهیلیزم فلسفی را میتوان در اندیشه های شکگرایان یافت که حقایق سنتی را چون عقاید غیر قابل توجیه زیر سوال می بردن که در حالت افراطی به نیهیلیزم شناخت شناسانه بدل می شود. دکارت در بحث خود که به خواب در رابطه با شک گرایی متدیک یا روشمند اشاره دارد، به کلیه باورها، ایده ها، افکار و امور شک می کند. او با اشراف به زمینه رویاهای بشر که باستابی از زندگی آدمیانه است، هرچند که غیر قابل باور باشد، فرضیه ای دارد که بر اساس آن ادعا می کند انسان با توهم باور دارد که بیدار است. هیچ دلیل کافی وجود ندارد که طبق آن بتوان یک تجربه بر پایه رویا را با تجربه ای در حالت بیداری تشخیص داد. او پذیرفته بود که ما در جهانی زندگی می کنیم که قادر است ایده ها را چون رویاها ها بیافریند. هرچند او در پایان کتابش ریاضت به این نتیجه می رسد که ما رویا را از حقیقت حداقل پس از وقوع آن می توانیم تشخیص دهیم. این هراس و وحشت از آن که همه چیز جز رویا نیست و واقعیتی بر جهان هستی نمی توان قائل شد، در این بیت حافظ تجلی فزاینده می‌یابد. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. آیا این برخورد جز شک دکارتی که مفهوم هیچ انگار باوری در آن تعبیه شده است نیست؟ ما در این بیت با دو مقوله مهم سر و کار داریم. نخست آن که بی‌ثباتی هستی در نماد سیل دمادم که جایی برای ایمنی باقی نمیگذارد رو بگستیم، و دوم شاعر انسان را به بیداری میخواند. گویی جهان نوعی رویاست و منزلش مجازی که واقعیت ندارد. در این بیت حافظ به نوعی ناسازه پارادوکس اشارت دارد. بیدار شدن دیده در منزل خواب چه معنایی دارد؟ آیا او انسان را به نگاه کردن تازه و دیدن با چشمان دیگر و منطق دیگری می خواند؟ آیا او می خواهد با
با دیگر نگریستن به جهان پوچ معنی دهد، جهانی که اعتباری بر آن نیست. هیچ انگار باوری فعال با نوعی دیگر دیدن و دیگر اندیشیدن همراه است. طبیعت و هستی هرچند ناکامل و ناتمام، اما در درون خود دارای یک انسجام منطقی است. چگونه میتوان با طبیعت با تمام زیبایی ها و زشتی هایش همراه بود و با آن زیست؟ بیدار شدن در منزل خواب یعنی دیگر گونه زیستن، آن هم در منزلی که سیل مدام فرصت ایمنی و آرامش باقی نمی گذارد. پس از هیچ انگار باوری و شکگرایی می رسیم به هیچ انگار باوری سیاسی. ماکس استرینر که در قرن 19 هم بود، در حمله خود به فلسفه سیستماتیک و نفی مطلق و نیز رد هر مقوله مجرد در شمار نخستین فیلسوفان نهیلیست قرار می گیرد. برای او رسیدن به آزادی فردی غایتی به حساب می آید و هر گونه قانونی که از طریق دولت بر فرد تحمیل می شد را شایسته نابودی می دانست. او هستی را نبرد بی پایان فرد در برابر همه می انگاشت. هیچ انگار باوری یک امر ذهنی است تا یک خط و مشی سیاسی، اما از جنبه هایی می توان در بینش سیاسی تأثیر گذار باشد. به عنوان مثال با ذهنیت هیچ انگار باورانه می توان نشانه های از زوال فرهنگ غرب را در استفاده نامناسب فناوری، در آلوده کردن هوا و آب و نیز استفاده نامتعادل از منابع جهان جست. ازدیام سرسام آور جمعیت، بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی و جنگل ها، مصرف گرایی افراطی، نابودی فرهنگ های بومی و معرفی تحمیل فرهنگ های مسلط والمارت و کوکاکولا و جمله نابسامانی های دیگر هستند. فرمانبری و تمکین در محیط کار، عدم استفاده از افراد شاخص و پاداش بر مبنای پول و دیگر انگیزه های مادی، بردگی به جای رهبری، بینش و رهبری و بینش و تفکر مستقل و بسیاری از موارد دیگر را نیز میتوان در این زمینه نام برد. هیچ انگار باوری یک سازمان و تشکیلات سیاسی نیست، اما با ارائه ارزش‌های متفاوت از باورهای دروغین مسلط میتوان راهکردهای جدیدی پیش پای بشریت گذاشت. مهمترین آن پاک کردن و زدودن افکار پوچ و واهی است که طی قرون گریبانگیر آدمیان شده است. نمادهای قدرت که بر پایه ذهنیت‌های خرافی شکل گرفته و موجب سلب آزادی انسانی و بستن بال و پر ذهنی می‌شود، در زمره بزرگترین عوامل بازدارنده پیشرفت انسان است. هر کدام از این سازمان‌ها و نهادهای قدرت باعث عقیم ماندن تفکر مستقل ما می شود و ما را وامی دارد که با ارزش‌های پوسیده هزاران ساله مردگان خفته در گور زندگی کنیم. حال ببینیم حافظ چگونه با نمادهای قدرت چون مسجد، خانقاه، حکومت و نمایندگان آنان نظیر زاهد، صوفی، خرقه پوش و محتسب برخورد می کند و با آنان سر ستیز و ناسازگاری دارد. نمونه های از این دست: چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوشان. مجلس اونس جای حضور نامحرم نیست، پیاله نوشیدن با اغیار نارواست. خرقه پوش نباید به محفل دوستان یک رنگ راه پیدا کند. با مدعی و نامحرم نمی بایست اسرار مستی را فاش کرد. صحبت از چیست که نامحرم حق شنیدن آن را ندارد، حتی اگر خرقه پوش باشد؟ در جای دیگری می گوید خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت، و این تنها سخن حافظ است که بر سر زبان ها مانده است و دلق اوست که در خانه خمار به گروگان گذاشته شده است. در جای دیگه می گوید
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک، جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش. میبینیم در اینجا حافظ عارف سالک را به رندی میخواند و آن را نوعی سروری به شمار میآورد. و رند کیست؟ اهل ناز و کام را در کوی رندی راه نیست. رهروی باید جهان سوزی، نه خامی بیغمی. و یا صوفی ار باده بنداد خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. صوفی باید در حد توانایی و دانش خود سخن بگوید و نه گزافه گویی کند. خرقه پوش و صوفی از تبار حافظ نیستند، چرا که یکی کارش بالا میگیرد و خرقه خود را میفروشد و از میفروش خرقه خود را وا میستاند و آن دیگر به پادشاهی و سلطنت میرسد و خاک را خیمیا کرده و به ثروت دست میآورد. صوفیان واسدادن از گرو می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بماند. و در جواب صوفیانی چون شاه نعمت الله ولی میگوید: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یا صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه، به دو جام دیگر آشفته شود دستارش. که خود اشارتی است به میخوارگی صوفی که سعی دارد به کشف حقیقت دست یابد، اما نه به شکل تمام و کامل آن. میخوارگی در اشعار حافظ ابعاد وسیعی دارد، از معنای مجازی و زمینی آن که خود میتواند نماد شادی، سرمستی و شوریده باری باشد، و یا نگاه به جهان از راه دل و منطق زیبایی شناختی در رابطه تنگاتنگ قرار دارد، تا رسیدن به معشوق آسمانی که از راه تعقل مقدور نیست. همه در این تصویر و استعاره جای دارند. نزد حافظ منطق عقلی را یارای دسترسی به لایه‌های نهفته و پنهان وجود و هستی آدمی نیست. نگاه جمال شناسانه تنها راه درک لایه‌های مرموز و غیرقابل توصیف ذهن آدمی است. به این دلیل صوفی و عارف فاقد چنین شناختی هستند. این رند عالم سوز مخالف مصلحت اندیشی است که با چراغ دل به تصویر هستی می نشیند و حقیقت و زیبایی و نیکی را می کاوند. در چنین فضایی حضور محتسب و شحنه مزاحم و مسبب سرکوب آزادی و سلب آسایش فردی و اجتماعی راه ندارد. میگوید: باده با محتسب شهر ننوشی حافظ، که خورد بادت و سنگ به جام اندازد. محتسب نمیتواند جز نماد حکومت و عامل سرکوب باشد، اعتمادی بر او نمیتوان قائل شد. باده نوشی و همدمی با او جایز نیست. محتسب معنای باده را نمیفهمد و درک شعور مستی را ندارد. او بادت را میخورد و جامت را می شکند. کار او نابودی زیبایی هاست، ویرانی هرچه که عشق و عاشقانه است. و یا در مورد زاهد می گوید: زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام انداخت. پس از ترد خرق پوش و صوفی و محتسب، حافظ در این بیت به خامی زاهد اشارت دارد. زاهد از درک مفهوم مستی که در نماد می خام تجلی یافته عاجز است. زاهد انکار می و جام می کند چون هنوز به پختگی نرسیده و نمی تواند به مفاهیم زیبای زندگی که در شوریدواری و مستی آدمی نهفته شده است اشراف داشته باشد. و سرانجام در دو بیت زیر فساد و تباهی را آشکار می کند. میده که شیخ و شاهد و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. در جای دیگری با استفاده و تکرار واژه دوش به شکل زیبایی در یک بیت به بی اعتبار بودن امام شهر می نشینند. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام شهر که سجاده می کشید به دوش.
به طور کلی حافظ در این ابیات سعی دارد بر اعتبار نمادهای قدرت زمانه خود که با افکار و قوانین خشک سد آزادی انسان بودند قلم بطلان بکشد و آنان را رسوا کند. قدرتمداران هنجارهای فرسوده و کهن را در قالب قوانین به جوامع تحمیل می کنند و آن را ارزش مسلط می کنند و حافظ با اینها سر ناسازگاری دارد. اکنون نگاهی می اندازیم به نمادهای قدرت جهان کنونی و عملکرد آنان در حل مشکلات انسانی. امروز که نظام سرمایه‌داری با قدرت اقتصادی و مالی، سیاسی، فرهنگی و نظامی خود جهان را زیر سیطره خود قرار دارد و رهبری و مدیریت آن را به عهده گرفته است، ضمن ادعای تأمین آزادی و حفظ دموکراسی، خود عامل اصلی سرکوب و آزادی های انسانی است. این نظام در رویکرد خود به مسائل و مشکلات پیچیده جهان کنونی از سه مشخصه کلی استفاده می کند. تحمیل ارزش های فرهنگ سرمایداری جهانی به فرهنگ های بومی و نهایتا نابودی آنها. دو، ایجاد حکومت های دست نشانده خود در جهان که ضامن بقا و تداوم فرهنگ مسلط و نیز حفظ منافع سرمایداری از راه بهره برداری از منابع طبیعی و ایجاد بازار. و سه، ارسال نیروی نظامی برای راه انداختن جنگ های بیاصل و سرکوب مخالفان و مرگ و هلاکت و مهاجرت انبوه، از جمله دستاوردهای مراکز و عوامل قدرت در جهان امروز هستند. حالا میبایست ببینیم اگر حافظ الان زنده بود چگونه با اینها برخورد میکرد و چگونه اشعاری میگفت. خب میپردازیم به هیچ انگاری اگزیستانسیالیست، مکتب اصالت وجود. شاید جامع ترین نوع هیچ انگار باوری پوچ انگاری اگزیستانسیالیست باشد. در هیچ انگار باوری مکتب اصالت وجود ما با نوعی برداشت هستی شناسانه از جهان طرفیم که در آن کل هستی را تهی از معنا و ارزش به شمار می آورد. در حالی که هیچ انگار باوری عمدتا در زمینه های چون شک گرایی افراطی و نسبت گرایی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، لکن در قرن بیستم گفتمان اصلی نیهیلیسم بر باوری استوار می شود که طبق آن جهان تهی از غایت و معناست. هیچ انگار باوری اگزیستانسیالیستی اعمال، رنج و احساس را در نهایت بدون مفهوم و خالی می بیند. آلن پرات در سال 1994 در کتاب خود سویه تاریک تأملاتی در بیهودگی زندگی از دوران یونان باستان تا عصر حاضر نشان می دهد هیچ انگار باوری اگزیستنسیال در هر شکلش از آغاز بخشی از فرم روشنفکرانه غربی است. برای مثال مشاهدگری شکاک امپیدوکلوس که زندگی میراها را آنقدر ناچیز می‌بیند که می‌توان آن را به نازندگی تقلیل داد و در خود همان گونه بدبینی افراطی را هم می‌کند که ما در هیچ باوری اگزیستانسیالیست می‌بینیم. در عصر یونان باستان یک چنین بدبینی افراطی به وسیله هگیسیاس اهل سیرن به اوج خود می‌رسد. از آنجا که بدبختی و رنج بی پایان آدمی لذات او را تحت شعار قرار می دهد، لذا خوشبختی غیر ممکن است و فیلسوف راه حل را در خودکشی می بیند. قرنها بعد در زمان رنسانس، ویلیام شکسپیر به زیبایی کامل چشمانداز اگزیستانسیالیسم نیهیلیستی را در پایان نمایشنامه مکبث به ایجاز بیان می کند. Out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. خاموش خاموش شمع کوتاه.
زندگی چیست مگر سایه گذرا با دیگری تهیدست که با خود نمایی و وقت گذرانی ساعتی در صحنه میماند و سپس چیزی از او نمیشنوی، تنها داستانی است از ابلهی سرشار از هیاهو و خشم، حاصلش بیهودگی. و چه شباهت زیادی است میان شکسپیر و حافظ، چرا که حافظ در بیانی ساده و زیبا بیهودگی و ناپایداری زندگی آدمی را به تصویر می کشد. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندی محمل ها. و یا شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. و در نمونه دیگر آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیان به که بر این بحر معلق نکنیم. باز میخوام یا در جای دیگر میگوید در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازی چه غیر عشق مباز. و یا بدبختی آدمی را در شکل زیر به شکل نمادین ترسیم می کند، دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و ها در گل بود. انسانی را می بینیم که در چنبره هستی پایش در گل و دل در خونش است. آیا راه فراری هست؟ شاعر از نمادها، استعاره‌ها و تصاویر شاعرانه چون شب تاریک، بیم موج، نبودن امن و عیش، شکستن کشتی ارباب و هنر و غیره استفاده می کند تا بیهودگی و پوچی هستی را آشکار کند. و یا در جای دیگر می گوید چو پرده دار به شمشیر می زند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. من اینجا لازم می دونم یه توضیح مختصری بدم که ما در نهیلیزم دو تفکر هست که وجود داره. یه تفکر نهیلیزم مثبت هست و یک نهیلیزم منفی. در هر دو زندگی بی‌معناست و پوچ، ما به زندگی معنا میدیم. حالا در مورد نهیلیزم منفی طوری است که طرف میره خوب به سمت مشروبات و اعتیاد به مواد مخدر و غیره که نوعی بهش میگن نایهیلیزم هالیوودی و بعد شاید در انتها به خودکشی تموم بشه. اما نایهیلیزم مثبت آن چیزی است که حافظ و یا نیچه مطرح میکنن که میگویند درست است که زندگی بی‌معنی است و جهان پایه و اساسی نداره، اما باید ما مثبت نگاه کنیم. حافظ با می و مطرب و ساقی و شادی و به اصطلاح سرخوشی و شوریده باری به جنگ این بیمعنایی میده و حافظ هم نیچه هم با آفرینش شخصیتی به نام ابرمرد اوبرمن به این میره که این انسانی است متعالی. اوبرمن که شاید تشبیهش کرد به رند حافظ، رند حافظ هم در حقیقت همین شخصیت هست، انسانی متعالی که بینشش افق ذهنیش باز هست و بیش از دیگران جهان رو میبینه، نگرش دیگری داره. و اما من دنبال میکنم بس رو، فقط این توضیح رو میخواستم بدم که روشن بشه که نهیلیزم به معنای اون نهیلیزم مثبت به خصوص که این بزرگان صحبتشو میکنند بیهودگی و خودکشی نیست. نیچه بیشتر از هر فیلسوف غربی به حافظ نزدیک است، چرا که برای او رهایی از هیچ انگار باوری و رسیدن به تعالی انسان به ابرمرد به گونه رند حافظ باور دارد. نیچه باور دارد، یعنی انسانی که از سطحی شدن و تبدیلش به انسان آهنی گریزان و در صدد رهایی او از عادی شدن و یک دست شدن هست، همون چیزی که کیرکگارد مطرح کرد. آن هم از دنیایی که پوچ و تهی از معناست. حافظ راه حل رهایی از پوچی زندگی را در عشق می‌بیند.
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. در کدام حلقه؟ زنده ماندن به عشق در این حلقه آیا به معنای وارد شدن در حلقه عشاق عالم است؟ چرا حلقه و نه محفل؟ چرا هر کسی در این حلقه نیست باید مرده تلقی شود؟ حلقه می تواند نماد سردرگمی انسان در دایره هستی باشد. در دایره زندگی بدون عشق زیستن بی معنا خواهد بود. تنها عشق زیبایی و شادی است که به زندگی معنا می بخشد و دیگر هیچ. آیا این به معنای هیچ انگار باوری فعال نیست؟ همون نهیلیزم مثبت، پازیتیو نهیلیزم که من دربارش صحبت کردم. نیچه در هیچ انگار باوری بدیل خیش بعد از پی بردن به ارزش‌های بی‌معنای مسیحیت و مرگ خدا و نابودی معیارهای دست و پاگیر مسیحیت، هیچ انگار باوری جدیدی را بشارت می‌دهد و آن را نهیلیزم فعال می‌خواند که نشانه قدرت است و نه ضعف. و این همان مفهوم روح آزاد است که در چنین گفت زردشت آمده است. او در کتاب خود فراسوی نیکوبت معتقد است که ما برای خدای مسیحیت نخست عزیزانمان را قربانی کردیم، سپس خدا را به صلیب کشیدیم و در نهایت فطرت و طبیعت انسانی خود را که همان روح معطوف به آزادی است نابود کردیم. اکنون با خیالی راحت به پرستش بیهودگی و سنگ و باورهای پوچ و بیمعنی مشغولیم. به طور مشابه روی کرده حافظ بعثی و جهانبینی او در نگاهش به زندگی و غمخانه بودن جهان هستی، شاعر را به آفرینش جهانی نو می کشاند که خدای سنتی اون را غمخانه آفریده است. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. او این غمخانه رو دوست نداره و در صدد آفرینش جهانی است که درش بتونه گل برافشانه و یا ساغر بندازه و طرحی نو بیاندازه. و اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، یعنی این غمخانه رو دوست نداره، باید جهان دیگری خلق کنه. این جهان رو حافظ با اون نهیلیزم فعال به وجود میاره. حافظ این غمخانه را نمیپسندد و با ساقی و می به عنوان نمادهای شادی و سرمستی در پی برانداختن بنیاد جهان هستی است. این برخورد شاعر بدون شک مقوله ای است انتولوژیکال، هستی شناسانه. او بنیاد عمر را برباد میبیند و هر گونه دل سپردن به عجوز و عروس هزار داماد را مردود میشناسد. جهانی که در آن قصر آرزوها ناپایدار است، در تبسم گل نشانی از عهد و وفا نیست و کار بلبل فریاد در چنبره دامگه هستی است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. اما او در برابر این پوچی و بیمعنی بودن هستی، تو انسان را به عشق ندا می دهد. و این در حقیقت هیچ انگار باوریه اپیستمولوژیکال هست، یعنی شناسانی. عشق از رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. چرا که او بر این باور است که در خلقت خطای بزرگی رخ داده است که جهان را بی‌معنی و مفهوم می کند. حافظ بنیاد هستی و خلقت را مورد سوال قرار می دهد و در اساس آن را سرشار از نارسایی ها و اشکال می بیند. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. در شعر بالا میگه حتی اگر مثل حافظ به 14 روایت قرآن رو بخونی فایده نداره، بالاخره عشق هست که به فریادت میرسه. و در اینجا میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت،
و خطایی بر آفرینش نبود. بعد میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حقیقت و زیبایی برای حافظ در تصویری خلاصه می شود از زنی یا مغبچهی اوریان که نیمه شب مست به بالینش می نشیند. او کافر عشق خواهد بود اگر از چنین باده شبگیری صرف نظر کند. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نبود باده پرست. برای او مسلمانی و کفر مطرح نیست، بلکه کافر عشق بودن معصیتی است بس و ترک. حافظ با اشراف کامل به بیهوده بودن جهان، راه رستگاری فردی را در ترک باورهای پوچ جهان مادیگرا و گرایش به رندی و بینیازی می‌بیند. نیچه بیش از همه فیلسوفان با هیچ انگار باوری در آمیخته است. برای او چون حافظ هیچ نظم و یا ساختار عینی برای جهان وجود ندارد مگر آنچه را که ما بدون می دهیم. حقیقتی در جهان وجود ندارد و تمام ارزش ها و معانی تحمیل شده، آنچه که تحمیل شده باید نابود شود را درخواست قدرت will to power در اونجا مطرح میکنه نیچه. به عبارت دیگه مراد نیچه همانا خواست قدرت یا اراده معطوف به آزادی است. نیچه به پیشبینی جهان تهی از معنای قرنهای آینده می نشیند و دنیایی را ترسیم می کند که در آن اساس بر شک و نقد و نابودی ارزشهای کنه بنا نهاده شده است. او بر این باور است که با رویکرد به نهیلیز و فروپاشی زبان شناخت و حقیقتهای تعبیر شده قدیم شاید بتوان سرنوشت بشریت را بر شالوده تعبیری نو بنا نهاد. برای نیچه هنر تنها وسیله است برای رسیدن به معنای هستی. به باور او هنجارهای تحمیل شده مسیحیت نه تنها به موعظه پوچی این جهان می نشیند و دنیای واهی دیگری را وعده می دهد، بلکه موجب سرکوب کردن لذتهای این جهانی که در طینت آدمی نهادینه شده است می شود. نیچه در کتاب خود تولد تراژدی به تشریح تراژدی کلاسیک یونان می پردازد و آن را نوعی شکل هنری می داند که به رهایی و تعالی بدبینی و پوچ باوری که سرشت جهان تویی از معناست می انجامد. یونانی ها با نگاه به حدیث رنج آدمی و تایید آن با نوعی عشق و شادی به زندگی خیش معنا می دادند. آنها با اشراف به فانی بودن انسان در وحشت و سرمستی تراژدی غرق می شدند و به دنبال دنیای دیگر متافیزیکی برای معنی دادن به هستیشان نبودن. اگر شما، البته من الان توضیح خواهم داد که منظور از تراژدی چیست. نیچه با استفاده از دیونوسوس و آپولون به عنوان نمادهای شادی و شراب و موسیقی و در نهایت واقعیت چون شکلهای نامنظم و غیر یکسان و نقاشی و مجسمه سازی و در نهایت واقعیت به معنای اشکال منظم و یکسان نزد آپولون به دوپارگی این دو می نشیند و نبرد میان آنها را برای مهار هستی آدمی به تماشا می گذارد. از یک سو دیونیسوس که خدای شراب و پایکوبی و موسیقی هست، وقتی که به صحنه میاد به صورت افراطی میخواد همه چیز رو به سمت خودش ببره، اما این آپولون هست که خدای مجسمه سازی و پلاستیک هست و میاد اون رو کنترل میکنه و این دو نیرو باعث میشد که یونانی ها در قدیم بتونن تراژدی حیات رو تحمل کنن و رهایی پیدا کنن. و نیچه اصولا با افلاطون و ارسطو مخالف است و میگوید که اینها بنیاد فلسفه رو بر مبنای دیواری کج نهادن که ما رو به اینجا کشونده. در حقیقت او انسان شاعر یونانی رو در قدیم در زمان دیونوسوس و آپولون رو بیشتر ترجیح میده به دنیای فیلسوف افلاطون و ارسطو.
بر اساس گفته نیچه، علی‌رغم کشمکش میان این دو نوع نیرو و برتری موقت یکی بر دیگری، هیچ یک بر دیگری برتری همیشگی نخواهد داشت، چرا که نوعی توازن ابدی بینشان وجود دارد که از این کار مانع خواهد شد. پس توازنی بین این دو نیروی تعقل و شادی وجود داره و یکی نباید بر دیگری چیره بشه. رنسانسمنی که قرار بود تعقل بیاره، دو جنگ جهانی راه انداخت و انسانها رو به نابودی و مهاجرت کشوند. پس تعقل بیش از حد به همون اندازه ضرر داره که از اون سمت به شوریدگاری آدم بره. بنابراین نیچه معتقده که این بین این دو نیرو اگر توازنی باشه، از تراژدی در جهان جلوگیری خواهد شد. حالا میریم به سمت هیچ. امیدوارم که حوصلتون رو سر نبرده باشم. هیچ، انگار باوری اخلاقی. اخلاقیات در ذات اشیا نیست، بنابراین هیچ عملی برتر و یا پستر از عمل دیگر نمیتواند باشد. نیک و بد زاییده تفکر و فرهنگ بشری است و در هستی معنایی ندارد، چه بسا اخلاقیات تحمیلی که موجب نابسامانی ها و سردرگمی ها و جدال های بی مورد آدمیان در طول تاریخ شده است. نیچه که میگوید فراسوی نیک و بد، حافظ میگوید چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو در صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بنابراین او فراسوی نیک و بد نگاه میکنه. در اینجا با فراسوی نیک و بد سر و کار داریم. آیا شاعر در این بیت بی اخلاقی را تشویق میکند؟ نه، هرگز. او بر این باور است که ارزش های اخلاقی در ذات خود فاقد حقیقت هم. در جهان و طبیعت نیکی و بدی وجود ندارد. طبیعت با تمام نابسامانی های خود و غیر کامل بودنش دارای انسجامی منطقی است. او با بد خود را در یک فرایند نسبی خونسا می کند و جهان به روند تکاملی خود ادامه می دهد. اگر درختی در جنگل می شکند و می افتد، جنگل به قضاوت نمی نشیند و به کار خیش ادامه می دهد. اما درختان هرگز نه درختی اضافه و نم کم می کنند و توازن منطقی در جنگل حفظ می شود و ما هرگز با انبوهی از درخت مواجه نمی شدیم. حافظ در این بیت نشان می دهد در جهان رقم نیک و بد بر جای نخواهد موند. داوری بیهوده است. اخلاقیات ساخته ذهن آدمی بی پایه و اساس است. ارزش ها، هنجار ها، آداب و سنت ها در ذات خیش فاقد حقیقت هستند و در تعبیری افراطی می توان آنان را زاییده فکر پاره ای از انسان ها برای کنترل توده ها به شمار آورد. باورهای مذهبی به یقین از این تبارند و در آن شکی نیست. نیچه در کتاب فراسوی نیک و بد به خطا بودن باورهای واهی و پوچ می پردازد و این باورها را رد می کند. هرچند که برای تداوم زندگی آدمی و معنی دادن به هستی او یاری می رساند. این فیلسوف معتقد است باورهایی که در جوامع بشری حقیقت محض فرض شدند به هیچ وجه پایه و اساسی ندارند. هیچ، انگار باوری شناسانه نزد حافظ در بیت زیر به خوبی به تصویر کشیده شد که در مورد علم و تعقل صحبت میکنه. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. منظورش این است که ما به حالت کشف و شهود باید به حقیقت در جهان هستی برسیم. آن چیزی که منطق زیبایی شناسانه نام داره در به اصطلاح مقابل منطق علمی هست. منطق زیبایی میگویند هرگز عقل نمیتواند، منطق عقلی نمیتونه منطق قلب رو تجزیه و تحلیل کنه چون خیلی پیچیده است.
بنابراین میگوید عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. ادعاهای اخلاقی بر مبنای پیشفرض‌های نادرست بنا شده است. بر اساس تئوری خطا، گزاره های اخلاقی که شکل‌هایی از شناخت‌گرایی هستند، بر پیش انگاره های استوارند که خود حقیقت ندارند. ما نمیتوانیم بپذیریم که تذکرهای اخلاقی درستند و یا اینکه دلیلی بر درست بودن آنها وجود دارد. در این حال غیر منطقی خواهد بود اگر این بگوییم این ادعاها غلط هستند. بنابراین ما با نوعی ادعاهای بحث انگیز روبرو خواهیم بود، چرا که باورهای اخلاقی یا امری هستند یا احساسی و یا رفتارگونند و نمیتوان برای آنها درستی و نادرستی قائل بود. از سوی دیگر هیچ انگار باوری اخلاقی از نظر منطقی با نوعی خطا همراه است. اگر نیک و بدی نیست، پس تکلیف خوبی و بدی اعمالی چون ارتکاب قتل چیست؟ آیا میتوان بدون اتکا به جنبه های اخلاقی ارتکاب قتل به خوبی و بدی آن حکمی داد؟ هیچ انگار باوری همواره به نتیجه این گونه اعمال نگاه میکنند. از دید یک هیچ انگار باور، ارتکاب قتل فی نفسه اشکالی ندارد، اما انگامی که به نتیجه آن میاندیشیم متوجه خواهیم شد که با ارتکاب جنایت لطمه بزرگی به نزدیکان مقتول و یا جامعه خواهیم زد، بنابراین با آن تن نخواهیم داد. البته این بحث مفصلتر هست، من اینجا کوتاه میکنم و میپردازیم به آخرین قسمت صحبت من که شالوده شکنی و ایجاد و هیچ انگار باوری هست. این انگلیسی شالوده شکنی رو دیکانستراکشن میگن، دیکانستراکشن و نایهیلیزم. و در اینجا ما پای سخن دریدا هستیم. در بحث او از ساخت شکنی به میان میآید که طبق آن هیچ انگار باوری موزلی شناخت شناسانه و نه هستی شناسانه. بر این اساس پوچی دنیای مدرن ناشی از وارونه نشان دادن حقیقت از کاربرد نادرست زبان از درک هستی شود و برای او راه رسیدن به حقیقتی نو تنها از طریق ساخت شکنی در زبان خواهد بود. اجازه بدید من این کل این مبحث رو نخونم چون مبحث پیچیده است، فقط خلاصه براتون مطرح کنم که دریدا معتقد بود که هیچ او به متافیزیک حضور معتقد بود، یعنی هیچ واژه‌ای به طور مستقل و تنها معنا نداره در زبان و بنابراین واژه‌ها در کنار همدیگه وقتی که می نشینند معنا پیدا میکنند و به خصوص وقتی که در تضاد با هم هستند، مثل نیکی و بدی، هنجار یا ناهنجار، هستی یا نیستی. این است که با نظر افلاطون و تمام فیلسوفایی که میگفتن به طور مستقل واژه ها معنا دارن، ایشون مخالف بود و میگفت ما باید چیکار کنیم؟ باید در این تضادها بتونیم و با شالوده شکنی در حقیقت این کار رو بکنیم. فقط من یک دو نمونه از دو سه نمونه از شعرهای حافظ رو براتون میخونم که در این رابطه هست که چگونه این پارادوکس رو نشون میده، این ناسازگار. ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگوی، نفی حکمت مکن از بحر دل خامی چند. تضاد بین عیب و هنر در حقیقت. یا جای دیگه صحبت میکنه که به طور کلی از حافظ از زشتی ها گریزان هست، دنیایی برای خودش ساخته که یه دنیایی است که درش زیبایی ها هستند، ساقی هست، می هست، مطرب هست، با محتسب و زاهد و شیخ و صوفی و اینها کاری نداره و اونها رو به محفل خودش راه نمیده. گاهی اوقات من یادم میاد شعری بود که میگفت افشای راز خلوتیان خواست گرچند، شکر خدا که سر دلش بر زبان گرفت. در اونجا مطرح میکنه که حتی از شک داره به شمع که نکنه بره بیرون و
اسرارش رو فاش کنه. و آنچه که برای حافظ در نهایت مهم هست در این بحث این است که او به تعلقات جهان اعتنایی نداره و خودش رو آزاد میدونه از تمام اینها، در اونجایی که میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یعنی حتی رنگش، نه خود تعلق، بلکه رنگ تعلق هم، تعلقات ما اصولا چیه؟ تعلقات میهن، خانواده، مذهب و غیره. و این انسانی است که آپروتت هست به قول امریکایی‌ها، یعنی شاید گفت بیریشه بودن یه نوع سرخوشی و شادی رو میاره، اما خب چیز رو از ما میگیره در حقیقت، یک نوع اعتماد رو از ما میگیره، چون اونها همشون یه تکیگاهی هستن که ما بهشون میچسبیم. ولی حافظ میگه هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، یعنی با کلیه اینا مخالف است. جای دیگه معتقد هست که مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، وای اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. و البته فقری که خودش داره که ثروت بزرگی است و میپذیره این است که میگه با وجود این که ما فقیر هستیم ولی هوای می و مطرب داریم، که هر دو نمادهایی هستند برای شادی و سرخوشی در این جهان. و شما مثلا در اینجا میبینید که میان خرقه و می، که از میان دو تبار متضاد زبانی و معنایی هستند، با ارتباطی مفهومی گره میزنم اون بحثی که دریدا میکرد. میگم این بس البته بسیار طولانی است، من کسانی که علاقمند هستند، من این مقاله رو در مجله آرمان در کالیفرنیا چاپ کردم، همچنین در کتابم به نام انگاره های دور از دیار یک فصل به اصطلاح یک بخش مفصلی رو به این مطلب اختصاص دادم، که دوستان اگر علاقمند هستند من میتونم در آینده این رو در بهشون بگم که چگونه بتونن ابتدا کنن و بخرن و داشته باشن. و خیلی تشکر از حوصله ای که فرمودید و امیدوارم که سرتون رو به درد نیاورد باشن. وقتتون بخیر و روزگار خوش.